محمد حسین صفاکرم مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران با ما هستند. آقای صفاکرم سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما و بینندگان عزیز بخیر، وقت بانتون است. ممنونم. موضوع ابراز نگرانی مدیرعامل شرکت اوپن ای آی از ناهمتازی های کوچک اجتماعی دقیقا چیه؟ توضیح بفرمایید. ببینید، این یعنی اینکه سیستم هوش مصنوعی ناخواسته میاد رفتارها و تعصبات جامعه رو منعکس یا تقویت میکنه. یعنی مثلا اگه بخوام براتون یه مثال بزنم، اینه که اگر مثلا فرض کنیم که هوش مصنوعی وارد استخدام یه شرکت بشه، اگه دیتای کاربرا رو بگیره و بیاد آنالیز کنه، جنسیت، نژاد و قومیت اونا رو آنالیز کنه، ممکنه ناخواسته بره سمت تبعیض نژادی. حالا راه حلش هم اینه که ما بیایم داده‌های آموزشی برای هوش مصنوعی رو بررسی کنیم کامل و دقیق تا از بی‌طرفی در اونها مطمئن بشیم. بله، نگرانی‌ها از برخی نرم‌افزارهای جاسوسی که در متن گزارش به آن اشاره شد را ناشی از چی می‌دونید؟ دو تا مورد هست که ممکنه نگرانی ایجاد کنه کلاً. یکی این که جمع‌آوری اطلاعات افراد با سازمان‌ها، یعنی افرادی که وجود دارن با اپلیکیشن‌ها یا ابزارها دارن کار می‌کنن و اون سازمان‌ها بدون رضایت اونا صورت بگیره، که این هم بدیهیه، یعنی امکان داره اتفاق بیفته همین الان هم. دومین نگرانی که وجود داره اینه که سوء استفاده از تحلیل اطلاعاتی که جمع‌آوری شده. یعنی ما یه اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم و بعد با تحلیل اونها یه سری کارا انجام می‌دیم، مثلا سرکوب مخالفان توسط بعضی از دولت تو سطح جهان. بله جناب صفاکرم، چطور میشه با آگاهی رسانی مناسب برداشت های نادرست از توانایی و قابلیت های هوش مصنوعی را کاهش داد؟ ما چند تا کار را انجام بدیم این نگرانی ها خیلی کم تر میشه. اولین کاری که میشه انجام داد اینه که آموزش عمومی هوش مصنوعی شامل مزایا و معایبش رو به همه افراد توضیح بدیم. اینو دومین کار اینه که مشارکت مردمی رو بیاریم تو بحث اخلاق تو هوش مصنوعی. و سومین کار اینه که حمایت از تحقیقات گسترده و توسعه هوش مصنوعی مسئولانه. این سه تا کار انجام بدیم اون نگرانی‌ها خیلی کمتر میشه. بله، ممنونم. محمد حسین صفاکرم مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران با ما بودند.